چین در حال ساخت راکتور هسته‌ای فضایی. چین در حال کار روی یک راکتور هسته‌ای تا از اون در برنامه‌های سفر فضایی این کشور به ماه و مریخ استفاده کنه. این راکتور هسته‌ای فضایی احتمالاً 100 برابر قدرتمندتر از راکتور هسته‌ای فضایی ناساه و طراحی نمونه اولیه اون هم در حال حاضر تکمیل شده. اگه کنجکاوین بیشتر در مورد این راکتور هسته‌ای فضایی بدونین تا آخر ویدیو همراه ما باشین. سلام، به چنل ساینتیا خوش اومدین. با هم قراره بریم گشتی توی فضا بزنیم، اما این بار با راکتور هسته‌ای فضایی که چین در حال ساختشه. لطفاً با ما همراه باشین تا ببینیم این راکتور دقیقاً چیه. اما ازتون خواهش میکنیم اگر هنوز به چنلمون سابسکرایب نکردین، اونو سابسکرایب و زنگوله رو هم برای دیدن ویدیوهای جدیدمون روشن کنین. چین و آمریکا وارد یک مسابقه فضایی جدید میشن. برنامه فضایی چین قصد داره با انرژی هسته‌ای ماموریت‌های آینده خود در ماه و مریخ رو عملی کنه. راکتور چین قادر به تولید 1 مگاوات برق خواهد بود که اونو 100 برابر قدرتمندتر از دستگاهی میکنه که ناسا میخواد تا سال 2030 به ماه بفرسته. ناسا گفته که سیستم شکافت هسته‌ای اون میتونه تقریباً 40 کیلووات برق تولید کنه که برای تأمین انرژی 30 خانوار به مدت 1 هفته کافیه. ماه گذشته چین دومین ماموریت سرنشین داره خودشو به ایستگاه فضایی جدید خود پرتاب کرد. ناسا هم به تازگی بازگشت به ماه رو طی ماموریت آرتمیس که تاریخ پرتاب اولیه اون برای سال 2024 تعیین شده بود، تا حدی به دلیل اختلاف حقوقی میان شرکت بلو اوریجین با اسپیس ایکس بر سر اعطای قرارداد ساخت فرودگر ماه به اسپیس ایکس تا سال 2025 به تعویق انداخت. همین اتفاق باعث شد که بیل نلسون مدیر ناسا این نگرانی رو مطرح کنه که چین ممکنه قبل از اینکه ناسا دوباره به ماه برسه پا به ماه بذاره. ناسا معتقده تحقیقات امروز در مورد سیستم‌های شکافت هسته‌ای فضایی میتونه راه رو برای ساخت سیستم‌های پیشرانه هسته‌ای آسان‌تر کنه. چون فضاپیمایی با پیشرانه هسته‌ای با سرعتی بالا زمان سفر فضایی رو کوتاه‌تر می‌کنه. کوچک بودن راکتور هسته‌ای فضایی. از اونجایی که اندازه این راکتور نسبت به نمونه های روی زمین کوچکتر خواهد بود، بسیار داغتر هم خواهد شد. به همین منظور یک دانشمند چینی پیشنهاد کرده که این راکتور میتونه مثل یک چتر ساختاری تاشو داشته باشه تا بشه سطح رادیاتورهای اونو پهناورتر کرد. بعضی نگرانی ها وجود داره که محرمانه بودن برنامه راکتور هسته‌ای فضایی چین به این معنیه که ممکنه در مورد یک حادثه مثل وقوع حادثه‌ای که میتونه مواد رادیواکتیو رو در مدار زمین پخش کنه مقررات دولتی وجود نداشته باشه. ناسا میگه برای رقابت با چین باید هسته‌ای بشه. مسابقه کشورهای جهان برای تسخیر کرات دیگه بی پیامد نیست. زباله‌های فضایی از اون جملن. الان نزدیک به 228 میلیون قطعه زباله فضایی در اطراف زمین وجود داره و بیشتر کشورها تمایلی ندارن به اون اشاره کنن. در همین ماه روسیه یک ماهواره رو در آزمایشی در فضا منفجر کرد که هزاران قطعه زباله فضایی رو در مدار به جا گذاشت. حالا ساخت نمونه اولیه راکتور شکافت هسته‌ای جدید چین بخشی از یک پروژه جاه طلبانه تره که بر اساس اون چین قصد داره خودش رو به عنوان رهبر جهان در فضا مطرح کنه. از طرف دیگه اوایل سال جاری ناسا در جلسه استماع کنگره آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده باید تلاش‌های خودش رو برای توسعه فضاپیمای هسته‌ای به منظور رقابت با چین افزایش بده. آیا واقعاً روزی حکومتی زمینی در فضا حکم فرما خواهد شد؟ در مورد اولین کاوشگری که در سطح پنهان ماه فرود اومد چی میدونید؟
دوست داریم نظراتتون رو در این باره بدونیم و فراموش نکنین اگر این ویدیو رو دوست داشتین حتما و لطفاً لایک کنین. تا ویدئوی بعدی خدا نگهدار.